در پی حمله روز یکشنبه به دست کم 4 کشتی در دریای عمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به حکومت جمهوری اسلامی به شدت هشدار داد و گفت در صورتی که ایران دست از پا خطا کند به شدت مجازات خواهد شد. آقای ترامپ روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در کاخ سفید شرکت کرده بود که یکی از خبرنگاران از او پرسید آیا او قصد حمله به ایران را دارد و می‌خواهد حکومت ایران را تغییر دهد؟ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش گفت در مورد ایران خواهیم دید که چه می شود. اگر کاری انجام بدن اشتباه خیلی بدی خواهد بود. من چیزهای کوچیکی رو درباره ایران شنیدم، ولی اگه کاری بکنن به شدت مجازات میشن. ببینیم چی پیش میاد. اما در این بین روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که در جلسه ای که مشاوران امنیت ملی آمریکا پنجشنبه گذشته با ترامپ داشتند، پاتریک شنهان سرپرست وزارت دفاع این کشور نقشه حمله نظامی بروز شده ای را به رئیس جمهوری آمریکا ارائه کرده که بر طبق آن در صورت حمله ایران به نیروهای آمریکایی یا تصمیم به تسریع روند تولید سلاح‌های اتمی، آمریکا 120 هزار نیرو به منطقه اعزام خواهد کرد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات دولت آمریکا نوشته طبق نقشه جدید در صورت بروز جنگ قرار نیست نیروهای زمینی آمریکا وارد خاک ایران شوند، چرا که برای چنین اقدامی به تعداد بسیار بیشتری نیرو نیاز است. روزنامه آمریکایی افزوده افرادی مانند جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ دستور بازنگری در طرح‌های قبلی را داده بودند. بولتون یکی از افرادی است که طرفدار برخورد نظامی با ایران است. در گزارش نیویورک تایمز آمده مقامات دولت آمریکا به شدت بر سر نحوه برخورد با جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارند. روز یکشنبه 4 کشتی در نزدیکی آبهای بندر فجیره واقع در سواحل شرقی امارات مورد حمله قرار گرفتند. عربستان بعداً اعلام کرد که 2 نفتکش این کشور هدف این حملات بوده و به شدت آسیب دیده. این هم ویدیویی است از یک کشتی تجاری نروژی مورد حمله قرار گرفته در روز یکشنبه. گفته شده این حملات تلفات جانی نداشته و باعث نشت نفت به دریا نشده است. حملات روز یکشنبه تنها 2 روز پس از هشدار اداره کشتیرانی آمریکا درباره احتمال حمله ایران و متحدانش به کشتی‌های تجاری و نظامی روی داد. سازمان مذکور گفته بود ممکن است ایران و متحدانش کشتی‌های تجاری از جمله نفتکش‌ها یا کشتی‌های نظامی آمریکا را در دریای سرخ، باب‌المندب یا خلیج فارس هدف قرار دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها تهدید کردند که در صورت ممانعت از صادرات نفت ایران تنگه هرمز را خواهند بست. اما هنوز مقامات آمریکایی اعلام نکردند که آیا جمهوری اسلامی را مسئول حملات روز یکشنبه می‌دانند یا خیر. ارتش آمریکا در واکنش به حملات روز یکشنبه بمب افکن‌های غول‌پیکر B-52 را به پرواز درآورده تا در منطقه گشتنی کنند. آمریکا در روزهای گذشته از اعزام ناو هواپیمابر لینکلن، ناو آرلینگتون، استقرار 4 بمب افکن B-52 و سیستم دفاع ضد موشکی پاتریوت در منطقه برای مقابله با خطر ایران خبر داده است. We are holding Iran's government accountable for its revolutionary foreign policy. برایان هوک، مسئول ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، از پاسخ گفتن به سوالات درباره نقش احتمالی ایران در حملات روز یکشنبه در دریای عمان امتناع کرده، اما گفته مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدارهایی در بروکسل درباره این حملات با مقامات اروپایی صحبت کرده. آقای پامپئو قرار بود به روسیه سفر کند، اما در پی اعلام خبر حمله به کشتی‌ها در دریای عمان این سفر را موقتاً به تعویق انداخت تا با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه و همچنین فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کند. خانم موگرینی در یک نشست خبری پس از دیدار با پامپئو از ایران و آمریکا خواست برای پرهیز از درگیری نظامی حداکثر خیشتنداری را به خرج دهند. او در پاسخ به سؤال خبرنگار العربیه درباره سانحه‌ای که برای نفتکش‌ها در خلیج فارس اتفاق افتاده گفت هنوز در حال گردآوری اطلاعات در این باره هستیم. تایید می‌کنم که همچنان نگران افزایش تنش در این منطقه هستم. منطقه‌ای که نیاز به درگیری بیشتر از این ندارد. از همه طرف‌ها تقاضای خیشتنداری می‌کنیم. وزرای خارجه بریتانیا و آلمان هم نسبت به رویارویی نظامی میان ایران و آمریکا ابراز نگرانی کردند. We will not be held hostage by Iran's nuclear blackmail. برایان هوک، مسئول ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته دولت ترامپ سیاست خارجی کاملا جدیدی را در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفته تا این کشور در قبال رفتارش پاسخگو باشد. او گفته حکومت جمهوری اسلامی نمیتواند به گروه‌های تحت امرش
آموزش نظامی بدهد، آنها را مسلح کند و بعد از دیگران انتظار این تصور را داشته باشد که ایران هیچ نقشی در اقدامات آنها نداشته. آقای هوک افزوده، بر همین اساس ما فرقی بین دولت ایران و گروه‌های نیابتی آن قائل نیستیم. هوک همچنین گفته در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی دیدیم که تهران فقط در صورتی تغییر رفتار می‌دهد که یکی از عوامل یا تعدادی از آنها وجود داشته باشد: فشار اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و تهدید قوه نظامی. با وجود نگرانی‌های فزاینده جهانی درباره احتمال درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، موضوع را جنگ روانی آمریکا خوانده و گفته جنگی در نخواهد گرفت. او در این حال شرایط امروز کشور را یک برهه خاص خوانده و ابراز امیدواری کرده که ایران از این برهه سرافراز عبور کند. آقای تنگسیری همچنین آمریکا را تهدید کرده که در صورتی که مرتکب خطایی شود، ایران به تمام به قول او امکاناتش در منطقه حمله می کند. جالب اینجاست که فرمانده نیروی دریایی سپاه برخلاف رسم همیشگی فرماندهان سپاه در این گفتگو با لباس غیر نظامی مقابل دوربین قرار گرفته است. الان می بینید که آمریکایی‌ها با یک جبر روانی در واقع مطرح می کنند که ناوگروه لینکون رو در واقع راهی خلیج فارس کرد. این ناو آبراهام لینکون چندین بار اومده در خلیج فارس رفته، هیچ موردی هم نداره و بیشتر این در واقع جبر روانی است و ما باید هوشیار باشیم. ما 40 سال در مقابل این دشمن ایستادیم، حربه‌های مختلفی رو انجام دادیم. شما اگه می‌بینید در 2003 و در واقع در 2007 و سال 93 اینها اومدن به عراق حمله کردن یا قبلش به افغانستان حمله کردن، هدفشون ترس در دل مردم ما بود. خب بغل ما بمب‌هایی رو منفجر می‌کردن، حضور داشتن در خلیج فارس، اوج حضور ناوها بود، مردم ما با سلامت مرگ بر آمریکا میگفتن و محکم ایستادن. این دشمن فقط جنگ روانی داره میکنه در منطقه و قطعا بدون هیچ اتفاقی انشالله نمیفته. حضور ما رو بستگی داره، حضور ما به چه شکل باشه و متاسفانه خودفروخت‌های داخلی اینها با فشارهایی که از ذات اقتصادی به مردم میاره به نوعی به این جبه روانی کمک میکنه. ما آمادگی کامل به سر میبریم و اگر خطایی از دشمن رخ بده در مرحله اول تمامی امکانات آمریکا را در منطقه ما میتونیم به هدف قرار بدیم و قطعا این خطا را دشمن نمی کنه و بستگی داره به حضور ما در منطقه. حضور ما امروز حضوری بسیار با معناست، محکم و با سلامت. ما اگر از این برهه عبور کنیم، انشاءالله که مردم ما عبور میکنن، بلوف‌های در واقع دشمنان ما میبینید چقدر حرفاشون در واقع تغییر کرد، چقدر اینا خیال میکردن که ما میخواییم به حمله بکنیم به ناوهای اون و در واقع اینها از ترسشون از این موزه است. و قطعا بدانن دشمنان ما که سربازان این مملکت و جوانان این مملکت آمادگی کامل رو دارن که با اینا برخورد کنن و مردم ما دلگرم باشن که دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه. جنگ روانی است، همونطور که حضرت آقا فرمودن جنگ نمیشود و اینها میخوان فشار بیارن که مذاکره انجام بدن و مذاکره‌ای که در واقع به نفع دشمن باشه و به ضرر ما هیچگاه انشاءالله اتفاق نمیفته. سرافراز از این برهه هم عبور میکنیم انشاءالله. رایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، میگوید آنچه رژیم جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز از آن هراس دارد یک انتخابات آزاد است. صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا امروز ضمن نقل این اظهار نظر آقای هوک، پاسخ او به سوالی درباره اظهارات ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر فقیر پاکستان در دوران نخست وزیریش را نقل می‌کند که گفته بود مردم پاکستان اگر لازم باشد حاضرند
برای دستیافتن به بمب اتمی علف بخورند. آقای هوک بلافاصله به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید مردم ایران نمی‌خواهند علف بخورند تا این رژیم به بمب اتمی دسترسی پیدا کند. آنها چون این قصدی ندارند. Zulfikar Ali Bhutto famously said, "We will eat grass, but we'll get our atom bomb." The Iranian people do not want to eat grass so that the regime can have a nuclear weapon. They just don't.